سلام، به صنف نقاشی مادر خوش آمدید. امروز شما را با آموزش محتوای ویدیویی آشنا می کنم. دلیل معرفی این موضوع به این دلیل است که روش های آموزشی نقاشی مادر و آموزش محتوای ویدیویی متفاوت است. آموزش محتوای ویدیویی به طور سیستماتیک به فرد آموزش نقاشی می دهد و نقاشی مادر اجازه می دهد تا درباره موضوعی و محتوای آن به تنهایی فکر کند و نقاشی خود را ارائه دهد که آزادتر و خلاقانه تر به نظر می رسد. اگر این دو نکته را با هم ترکیب کنیم، آثار آموزشی هنر بیشتر می شود. بنابراین من می خواستم که فرزندان شما از هر دو روش یاد بگیرد. پس حالا می خواهم در مورد آموزش محتوای ویدیویی صحبت بکنم. این هفته این صنف را با فرزندانتان امتحان کنید. و اگر فرزند شما می خواهد محتوای ویدیویی را علاوه بر صنف تمرین نقاشی مادر انجام دهد، لطفاً او را تشویق کنید که هر دو را انجام دهد. برخی از شما ممکن است مکتب هنر رویای بزرگ را بشناسید و برخی دیگر ممکن است ندانید. امروز قصد دارم وبسایت را به شما نشان دهم و اینکه چگونه می توانید با تماشای ویدیو یاد بگیرید. اگر وارد شوید می توانید عربی یا فارسی را انتخاب بکنید. اگر فارسی را انتخاب کنید ویدیوهای طراحی ظاهر می شوند که بر اساس سطح‌های مختلف طبقه بندی می شود. اگر روی سطح ابتدایی و ویدیوی اول کلک بکنید یک ویدیوی یوتیوب باز می شود. شما فقط ویدیو را می بینید و نقاشی بکنید. خیلی سخت نیست، درست است؟ اما شما برای تماشای ویدیوها باید وارد شوید. پس در قدم اول مطمئن شوید که وارد شدید. اگر ویدیو را تماشا کرده اید و نقاشی را کامل کرده اید، از آن عکس بگیرید و ارسال بکنید. بعد از اینکه معلم بررسی کرد و ارزیابی کرد، می توانید به ویدیو بعدی بروید. دیدن ویدیو و تعقیب کردن مراحل و رنگ آن واقعا آسان است. اما اگر دقیقا به همین ترتیب آن را بکشید، خسته کننده می شود. وقتی می توانید نقاشی خود را بکشید، کشیدن آن بسیار سرگرم کننده باشد. بنابراین من به شما نکات را در مورد نحو استفاده از این ویدیوها با جزئیات ارائه می کنم. اول، فیلم را پخش کنید، به داستان گوش بدهید و در حالی که صحنه را تصور می کنید نقاشی بکشید. دو، اگر برای اولین بار طراحی می کنید ممکن است دقیقا مانند ویدیو نقاشی بکشید، اما بهتر است آزادانه تصور بکنید و آنچه را که شما می خواهید بیان بکنید. اگر می خواهید درست مانند ویدیو نقاشی بکنید، قسمت رنگ‌آمیزی را متفاوت انجام بدهید. نکته سوم، موضوع را به صورت آنلاین جستجو بکنید و به تصاویر واقعی مراجعه بکنید. نه نقاشی و رسامی، بلکه به تصویر واقعی. نکته چهارم، از آنجایی که ما فرهنگ متفاوت داریم، چیز را ترسیم بکنید که در فرهنگ شماست. منظورم این است که شما باید آنچه را که واقعا میبینید و احساس میکنید بیان بکنید. به عنوان مثال، کوریایی ها و افغان ها متفاوت هستند. پس مثل من یک کوریایی نکشید بلکه یک افغان بکشید. من به شما گفتم که موضوع را آنلاین جستجو کنید و تصاویر واقعی را پیدا بکنید. این وبسایت برای آن عالی است. تلفن خود را بردارید. پینترست را جستجو و دانلود بکنید. پس از دانلود کردن وارد شوید. پس از اینکه وارد شدید می توانید هر کلمه را در آنجا جستجو بکنید. اگر موضوع امروز ما دریا بود می توانید در آنجا دریا تایپ بکنید و عکسی که دوست دارید را بگیرید. خوب است که تعداد زیادی عکس واقعی و متناسب با موضوع نشان داده شود. بنابراین شما به ویدیو اشاره کنید اما نظر خود را برای شما تفاوت بیان بکنید. اگر کودک خیلی کوچک است، والدین می تواند تصاویر را جستجو کرده و نشان دهد. اگر کودک می تواند به تنهایی این کار را انجام دهد، به او اجازه دهید جستجو را خودش انجام بدهد. حالا بیایید ویدیوی واقعی را با هم ببینیم و به شما بگویم که چگونه آن را به فرزندانتان بگویید. لطفاً ابتدا یک ویدیو را تا آخر ببینید. ابتدا ویدیو را تا آخر ببینید و پس از آن به نحو طراحی و کشیدن فکر بکنید. می توانید خلاقانه تر نقاشی بکنید. سپس با هم یک ویدیو ببینیم. سلام بچه ها، من معلم شما دنبی هستم. من برای آموختن هنر به کودکان بسیاری از کشورهای مختلف آمده.
من حالا قصد دارم با شما درس های هنر را انجام بتم. من هر بار که نقاشی میکنم یک داستان کوتاه برای شما میگم. داستان ها شامل 12 قسمت میباشند. پس آنها را به خاطر بسپارید. خیلی خوب، پس ما داستان اولمان را شروع میکنیم. آیا میخواهید که با من به یک سفر داستانی بروید؟ من یک درخت سالم و قوی هستم. زمستان به پایان رسیده و حالا بهاره. زمستان سرد می باشه ولی بهار دلپذیر و گرم است. در بهار گلبرگ های گلابی شکل می گیرن و در باد پرواز می کنن. بله، سپس در بهار درخت میکشیم بچه ها. یک تنه درخت و شاخه های درخت را ترسیم میکنیم. و همچنان شاخه های نازک هم میکشیم. و من زمین را علامت میزنم. پس از او برگ‌های درخت را به مثل امواج میکشم. من بافت درخت را علامت گذاری میکنم. و همچنان زمین را هم علامت گذاری میکنه. سپس سعی کنید که گلبرگ ها را با حباب های گلابی رنگ‌آمیزی کنید. بچه ها شما هم میتونین که رنگ دلخواه خودتان را استفاده کنین. و حالا چهره درخت را میکشیم. پس از او رنگ ها را آماده میکنه. من ابتدا گلبرگ ها را رنگ آمیزی میکنم.
من مقداری رنگ زرد را هم مخلوط میکنم. سپس قلمو رو شسته و میخواهیم که درخت را رنگ‌آمیزی کنیم. بچه ها سعی کنین که به مانند چوب رنگ‌آمیزی کنین. من همچنان زمین را رنگ‌آمیزی میکنم. بچه ها میتونین که کمی هم رنگ نارنجی مخلوط کنین. سپس تکرار قلمو را شسته و میخواهیم که آسمان را هم رنگ‌آمیزی کنیم. بچه ها میشه که آسمان را به رنگی که خودتان خوش دارین رنگ کنین. مخلوط کردن در آب زیادی باعث روشن‌تر شدن رنگ آسمان میشه. لطفاً به آرامی بکشید. قبل از اینکه دوباره روی او را رنگ‌آمیزی کنین، مطمئن شوید که رنگ خشک شده باشد. و
بله خلاص شد بچه ها. درس چطور بود بچه ها؟ درخت برامون یک داستان تعریف کرد. همچنان درخت را زیبا و نیرومند بکشید. خوبه که او را نه فقط به رنگ گلابی بلکه به رنگ های دیگر هم رنگ آمیزی کنید. داستان بعدی چی میتونه باشه بچه ها؟ ما در کلاس های بعدی به صبرانه منتظر شما هستیم. آیا از ویدیو لذت بردید؟ من قسم گپ میزنم که با اطفال صحبت میکنم. بنابراین شما میتوانید براحتی بفهمید که چگونه با اطفال خود صحبت بکنید. فقط تصور کنید که اکنون یک کودک هستید. موضوع امروز درخت بهار است و معلوم آن را به این شکل ترسیم کرده است. باید بررسی کنیم که درخت بهار چقدر متفاوت است. با گفتن این عکس‌های واقعی را بازیابی کنید و به فرزندانتان نشان بدهید. وای خیلی متفاوت است. آیا می خواهید یکی را که دوست دارید انتخاب کنید؟ مثلا این جمله را می توانید بگویید. اگر موردی است که طفل دوست دارد، این طور به او بگویید. تو آن را دوست داری؟ سپس آن را بکشیم. اما لازم نیست که آن را یکسان جلوه دهید. می توانید آن را به هر طوری که می خواهید تغییر بدهید. اگر مطمئن نیستید که چگونه نقاشی کنید، می توانید همراه معلم تعقیب بکنید. اگر تصویری وجود ندارد که کودک دوست داشته باشد، این گونه به او بگویید. یکی وجود ندارد که شما دوست داشته باشید. نه این فرق ندارد. امروز ما فقط می توانیم نوع ترسیم معلم را تعقیب بکنیم. اما شما ممکن است شکلها و رنگها را تغییر بدهید. می خواهید امتحان بکنید؟ به این ترتیب خوب است که آنها را به سمت کشیدن آنچه که دوست دارند سوق بدهید. لازم نیست قبل از شروع به طراحی کل ویدیو را تماشا بکنید. هنگام تماشای آن می توانید آن را ترسیم بکنید. اما اگر کودک در حین تماشای فیلم نقاشی بکشد، در بسیاری از مواقع دقیقا همان چیز را می کشد. بنابراین بهتر است که کل ویدیو را تماشا بکنید و اجازه دهید در مورد آنچه می خواهد ترسیم بکند فکر بکند و آن را بکشد. ممکن است کودک بخواهد هنگام نقاشی مادر در کنار او باشد یا هنگام نقاشی تنها بخواهد. اگر کودک می خواهد مادر در کنار او باشد، او را تشویق کنید در حالی که نقاشی ایشان را می بینید. نکته ای که در اینجا قابل ذکر است، لطفا نقاشی فرزندتان را خوب یا بد ارزیابی نکنید. از نظر ما، از نظر بزرگترها می توانیم فورا تشخیص دهیم که آیا این نقاشی خوب است یا خیر. اما در واقع چیز به نام نقاشی خوب یا نقاشی بد وجود ندارد. نقاشی همه پاسخ است. این که به فرزندتان بگویید به نظر می رسد چرا آن را درست نمی کنی یا چطور می شود این رنگ را به رنگ دیگر تغییر دهی خوب نیست. پدر و مادر که نقاشی فرزندشان را درست کنند یا برای آنها طراحی کنند توصیه نمی شود. حتی زمانی که کودک از شما می خواهد برای اصلاح نقاشیش کمک کنید، زیرا به نظر اشتباه می رسد، باید از کمک به او اجتناب بکنید و در غیر با گفتن خودت می توانی این کار را انجام بدهی و تشویق بکنید. من نقاشی خودت را به هر شکلی که به نظر می رسد دوست دارم. قبلا فکر می کردم گفتن کار خوب همیشه خوب است. اما اکنون اینطور فکر نمی کنم، زیرا گفتن کار خوب نیز یک ارزیابی است. هرچی که اطفال کلمات خوب بیشتر بشنوند، فکر می کنند که دفعه بعد باید کار بهتر انجام دهد تا با شنیدن تعریف یعنی کار خوب ادامه بدهند. هر از چند گاهی ممکن است کارشان را خوب انجام ندهند و وقتی کلمات خوب را نمیشنوند از خودشان ناامید می شوند. آنها با این فکر که من باید به انجام یک کار خوب ادامه بدهم و آن را بهتر انجام بدهم دچار استرس می شوند. با این حال اگر زیاد نگویید کار خوب هست، ممکن است فرزندتان اعتماد به نفس خود را از دست بدهد. درست است؟ نگویید تو این کار را نکردی، نمی توانی، یا نگویید خوب این کار را کردی. و به نظر من یک تعریف متوسط بهترین است. حالا به بخش فعالیت می رسیم، اما قبل از انجام این کار اجازه دهید مواد را که استفاده خواهید کرد به شما نشان بدهم. در سمت چپ یک کتاب طراحی هست، یکی برای شما و دیگر برای طفلتان. و در سمت راست یک پنسل و پنسل پاک است. در سمت چپ یک پنسل رنگه و در سمت راست یک مارکر است. این یک پنسل رنگه است و اینها مواد آب رنگه است. رنگ، پاکت، برس نقاشی و همچنین یک سطل آب نیاز دارید. اما می توانید به جای آن از گلاس پلاستیکی استفاده بکنید. باید این رنگ را روی پاکت فشار بدهید
و پاکت را در جای قرار دهید که اطفال نتوانند به آن دسترسی داشته باشند و بگذارید خشک شود. در زیر نور آفتاب سریع‌تر خشک می شود. بعد از حدود 2 روز باید به این صورت سخت شود. قبل از استفاده باید بگذارید کاملا سخت شود. برای کسانی که از شما هرگز این مطالب را ندیده اید، به طور خلاصه نحو استفاده از آن را به شما نشان خواهم داد. شماره 1 سطل آب را حدود 2/3 پر بکنید. می توانید از گلاس، بشقاب های پلاستیکی یا گلاس های شیشه ای استفاده بکنید. شماره 2 قلم را با آب تر کنید و با رنگ مورد نظر حل بکنید. رنگ را در حین مالیدن برس روی نقطه خالی پاکت بررسی کنید. شماره 4 اگر می خواهید رنگ ها را با هم مخلوط بکنید، برس را بشویید و دوباره رنگ مورد نظر را با آن حل بکنید. شماره 5 در حین مالیدن برس بر روی پاکت بررسی کنید که رنگ ها مخلوط شده است. شماره 6 وقت رنگ مورد نظر به دست آمد، غلظت آب را تنظیم کنید. اگر آب زیاد بود آن را با دستمال پاک کنید. شماره 7 برعکس اگر آب خیلی کم بود آب بیشتر بر آن اضافه بکنید. این نوع پاک کردن پاکت است. اگر بعد از کشیدن یا در حین کشیدن فضای خالی روی پاکت وجود نداشت، لطفاً به صورت زیر عمل بکنید. اول، یک برس را با مقدار زیاد آب تر بکنید و روی پاکت بمالید. دوم، آن را با دستمال پاک بکنید. سوم، این تصویر را از پاکت در حال پاک کردن است. باز هم از حضور شما و شرکت شما در این صنف واقعاً تشکر می کنم. وظیفه خانگی هی هفته دیدن یک صنف آموزش محتوای ویدیویی و نقاشی هست. فقط سطح مورد نظر اطفالتان را انتخاب بکنید و نقاشی کنید. وظیفه خانگی را قبل از صنف هفته آینده در تلگرام ارسال بکنید. طراحی آموزشی محتوای ویدیویی نیاز به عنوان ندارد. نقاشی را با نام طفلتان ارسال بکنید. باز هم از حضور شما و شرکت شما در این صنف واقعا تشکر می کنم. وظیفه خانگی هی هفته دیدن یک صنف آموزش محتوای ویدیویی و نقاشی هست. فقط سطح مورد نظر اطفالتان را انتخاب بکنید و نقاشی کنید. وظیفه خانگی را قبل از صنف هفته آینده در تلگرام ارسال بکنید. طراحی آموزشی محتوای ویدیویی نیاز به عنوان ندارد. نقاشی را با نام طفلتان ارسال بکنید. منتظر صنف بعدی باشید. ما برای امروز اینجا متوقف میکنیم درس را. تشکر از همتان.